آهنگی که مال امام رضا علیه السلام هست. کی خوندید شما اینو؟ اونو من هولوش 2 سال پیش کار کردم، ولی 1 سال پیش اومد بیرون. اون خیلی چیز اثرگذاری هست، اون خیلی مال امام رضا هم هستش، حتی برکت هم که داره دیگه، نام امام رضا خودش برکت داره. خودش برکت داره. حالا اگر بتونیم ویدیوشو، برای ویدیوش هم آج آقا ما یه فکری کردیم که همه فکر میکنن که امام رضا فقط مال آدم های مذهبیه، در صورتی که ما میخوایم جوری نشون بدیم که امام رضا برای، یعنی واقعیت امام رضا برای همه ایرانه. به خاطر همین ما فکر کردیم که یه ویدیویی درست کنیم از مشهد که مثلا من با بادیگارد و خواننده و اینا هم، ولی خیلی ناراحتم. بعد یکی یکی لباسامو میذارم و میرم پابوس امام رضا و حتی کفشامو هم در میارم، به بادیگاردا میگم نیام پیاده میرم. و اون نشون میده که حتی اگر آدم معروفی بودی، آدم پولداری بودی، حتی اگر خواننده بودی، هر چی بودی، امام رضا امام رضا ماست. و این خیلی مهمه. یک کسی از این نویسندگان چیز مصری میگه که در مورد حضرت علی میگه انسان، میگه که ما نباید علی رو مثل نگاه خودمون معرفی کنیم، یعنی قشری مربوط به یک گروه خاصی، مربوط به یک دسته خاصی، مربوط به یک تیب. امام علی ابن ابی طالب معرفی میشه به عنوان نسخه برای انسانیت. این همین نگاهی که شما میگید، امام رضا دریاست. این دریا رو همه میتونن از این دریا استفاده کنن. درسته؟ 100% همیشه کسی مسلمان نیست. بچم ایران رو دارم، مادرم رو دارم و پایبند به یه قلب و یه کلید پروردگار. منظورش اینه که ما میتونیم دوست داشته باشیم همدیگه رو، ولی عشق حتی از اون کلیده که باز میکنه دیگه. از اون کلیدهایی که دست ماست، نه از اون کلیده علکی. ارزم به حضورتون که همیشه به خاطر تیپ و قیافم قضاوت شدم، ولی به خودم قول دادم که اگر که همه جا برسم پشت آقا، برسم پشت اسلام و الان برسم پشت شما، که بتونم خودم رو ثابت کنم و بگم به خاطر قیافم منو قضاوت نکنید. نه. من دلم با اسلام، دلم با آقاست، دلم با حاج آقاست، دلم با امام حسین مونه، به خاطر اینکه من از بچگی مدعا امام حسین بودم، زنجیر میزدم. و حالا درسته که در این بین من همیشه گفتم، میگم اگر تتو یه فرهنگ بدی بودم، من خودم قربانی شدم، اینو من اختراعش که نکردم. توی قلب بلاد کفرم اگه باشه، ولی دلش و عملش جوری باشه که مردم رو نسبت به خوبی های واقعی آشنا کنه، ارزش های واقعی دین آشنا کنه، بسیار خوب. در صورت منم از دیدارتون خیلی خوشبختم. قربان شما برم، کوچیکشم. و از این نیت پاک و صافت که باعث افتخار آقا، ارزشمنده برای ما واقعا، یه جوان اینطوری با اینقدر اثرگذاری، باعث افتخار. هم کارات اثرگذاره، من کارات شما رو بعضیشونو، حالا من که وقت نمی کنم، دوست دارم همه کارا رو ببینم، اون کاری که گاهی شاهدشیم یا میشنویم الحمدلله کاری خوبی، الحمدلله، و اثرگذار. دعا میکنیم که انشالله جناب عالی همیشه ثابت قدم باشه. قربون شما برم، باعث افتخار ما سگی بتونیم قدمی برداریم تو این راه. واقعا میگم مسئول همیشه و انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم.